بازم کرد. شما چگونه میبینید روند مردم سالاری را و این روز که آمدین ثبت کردین خودتان را، آیا نهاده نشده در افغانستان مطمئن هستیم که ما به اونجایی که میخواییم برسیم هستیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بدون شک او یک دموکراسی یک روندی است که باید طول بکشه، سالها بگذارد تا بالاخره در بین یک کشور جنگ زده مثل افغانستان جا بگیره. اما انتخابات های گذشته ثابت کرده مردم ما و شما الحمدلله توانستن همیشه در هر مرحله ثابت بسازن که اونا میخواین خودشان تصمیم بگیرن آیندهشان، چه در زمان جهاد، چه در زمان مقاومت و چه در زمان نگه دوران آقای کرزای و فعلا و انتخابات هایی که گذشت همیشه مردم میره ثابت کرده. امیدوار هستم که در انتخابات بعدی هم دیگه از اینمی مرحله استفاده دیگه بهینه رو بکنیم، مردم ثبت نام خود انجام بدن. مخصوصی که سفیش در پرخار زدن، مهم نیست که بالاخره انتخابات شفافیت چه کسی میشه، اون تصمیم همون بخواست. اما آل مردم از اینمی فرصته که به خاطرش خونها ریخته شده، مبارزات انجام شده و قهرمانی ها انجام شده که بالاخره مردم خود حاکم زندگی خود، حاکم سیاست خود و حاکم کشور خود باشن، از این فرصت مردم هم استفاده کنند. ما دو تقاضا داریم، یکی از دولت و یکی از مردم. از دولت تقاضا می است که در بخش آگاهی دهی برای مردم کوشش بیشتر انجام بدن، مردم انگیزه بدن تا مردم به میدان بیان. بدون شک مردم توقعشان اصلاحات بنیادی در نظام انتخابات. امیدوار هستم که اونا امیر در پیش بگیرن و کمیسیون مستقل انتخابات مستقلانه عمل بکنه. تقاضای دوم از مردم ماست. امیدوار هستم مردم با امی خونهایی که به خاطر امی دموکراسی، به خاطر امی آزادی، به خاطر امی برابری، به خاطر امی مردم سالاری دیگه از جمله قهرمان ملی دیگه امینا داده شده، امیدوار هستم که این امی قدر هدر نتن و از فرصتهای خود استفاده بکنن، با میدان بیاین، ثبت نام بکنن، با حضور میلیونی خود ثبت نام بکنن و انشالله خودشان در انتخابات تصمیم بگیرن. اگر شفاف هم نباشه مثل انتخابات گذشته، با حضور خود نتایج تغییر بدن، شرایط تغییر بدن و معادلات تغییر بدن. اگر هم که انشالله که امیدوار هستیم شفاف باشه، با حضور خود بتونن که خودشان حاکم زندگی خود و حاکم آینده خود باشن.